ادامه برنامه از سریوا هست و همچنان در خدمت شما دوستان عزیز قرار داریم. جناب آقای محمد ارشاد با ما هستن. میخواییم در ارتباط به کارکرد معلولین و توانمندی های معلولین صحبت بکنیم. انشالله که بیننده این بخش برنامه همچنان باشین و ما همراهی بکنین. سلام بر شما جناب آقای ارشاد، بسیار خوش آمدین. سلام علیکم. اولا که سلام خدمت شما، خدمت کارمندا و همکاران تلویزیون اصلاح و عید سعید فطر برای همه بیننده ها، برای همه مسلمین تبریک و تهنیه عرض می نمایم. امیدوار هستم که یک عید خوب و سعادتمند را سپری کرده باشیم و در کنار خانواده ها گذاشته باشیم. بسیار تشکر جناب آقای ارشاد. موضوع امروز برنامه در ارتباط به معلولین هست و موضوعی که میخواییم با شما صحبت بکنیم این که چه کارکردهای معلولین کردن، چه توانمندی های دارن و امروز چقدر توانستن خود را به جامعه ثابت بسازن که معلولین قشر توانمند جامعه هست. میخواییم در ابتدا در ارتباط به کارکرد معلولین تا این سالها صحبت داشته باشیم. در قسمت معلولین گرچند در سالهای پیشین یک چهره دیگه ای داشتن مردم به نسبت به معلولین. وقتی کلمه معلولین را در نظر می گرفتیم، یعنی انگار که یک قشر بسیار ضعیف، بسیار همینطور عقب مانده جامعه بود. گرچند این چیزی جا درست نیست، به نظر با همین چند مدتی را گذشته، چند سال گذشته تا معلولین توانمنده خود را ثابت کرده، واقعا یک قشر توانمند جامعه هسته. حالا ما چندین تنفر شاهد هستیم که بسیار همینطور در قسمت درسته که گرچند معلولیت داشتن، از لحاظ فیزیکی، از لحاظ روحی، از هر لحاظ معلولیت داشتن، اما خیلی کارهای بزرگ در جامعه انجام دادن، مثل نقاشی هایی که انجام دادن در قسمت کارهای خیاطی که انجام دادن، کارهای نقاشی و رسامی هایی که انجام دادن. واقعا وقتی که به این کارکردها از نگاه میکنیم، میبینیم که همین دیدگاهی که برای جامعه در جامعه در تصویر کشیده شده بود نیست. یعنی واقعا نسبت به اون چی که مردم فکر میکردن، توانمندی معلولین بسیار بالاتر و خیلی بهتر هم هسته. بله دقیقا. انشالله که امیدواریم همچنان همانند گذشته به درخشان معلولین عزیز اون قسمی که شما اشاره کردین در هر بخشی، چه در بخش ورزش بوده، چه در بخش هنرهای زیبا، چه در بخش توانمندی های دیگر که معلولین دارن، توانستن که امروز خود را ثابت بسازن در مردم که هیچ کمی از لحاظ روحی و روانی نسبت به سایر افراد ندارن. اگر کدام بخش از وجود از اونا معلول هست، ولی ذهن از اونا هنوز هم توانمند هست. خب در ارتباط به توانمندی های معلولین صحبت بکنین، بیشتر امروز در کدام بخش ها معلولین توانستن که بدرخشن؟ گرچند امروز معلولین مرقم که به جامعه مشخص هست، مردم در حال دیدن هست که معلولین میتونه تیم های فوتبال داره، تیم های بسکتبال داره، تیم های دیگه بخش های بسکل دوانی داره و همچنان در قسمت هنرهای زیبا داره، در قسمت خیاطی و رسامی، اینا در همه بخش های دیگه هم اینا توانمندی دارن. در قسمت سخنبری بعضی معلولین داریم که بسیار فن بیان بسیار عالی داره که میتونه از طریق فن بیان امو مطلب خود را به جامعه به تصویر بکشه. بعضیشان هسته که به از طریق امو هنرشان، از طریق رسامیشان امو هنر خود را به جامعه نشان میدن. یعنی امروز حتی ما در مهرات امروز ما تیم فوتبال داریم، تیم بسکتبال داریم، بعد در قسمت تیم های بسکتبال دوانی داریم که در امروز در جریان روزها اینا برنامه هایشان، برنامه های مسابقه هایی دارن که انجام میدن، حتی برنامه های کتابخانی دارن که در چند روز پیش مشاهده یک برنامه کتابخانی بودیم در ولایت تهران. و جناب آقای ارشاد در قسمت آموزش، ما در بخش اول برنامه در قسمت آموزش و پرورش صحبت کردیم، میخوایم بدونم در بود آموزش و پرورش امروزه معلولین چقدر میتونن که برسن برای از اونا امکانات فراهم شده که بتونن از این لحاظ و از این بود در زندگی خود تغییرات ایجاد بکنن؟ در قسمت آموزش در سالهای پیشین متاسفانه مشکلات زیادی روبرو بودن معلولین، خصوصا در قسمت آموزش
برای فعلا هم این موزل کمی حل شده، اما نه با اون چنانی که واقعا حل شود. امروز ها میبینیم که بعض معلولین یک مکتب هست به نام مکتب روشندلان هست که در قسمت کسایی که معلولیت ذهنی داره اینا برش کار میشه. بعد در قسمت دیگه مشکلات دیگه هم هست، اگر چند تا نوز رو بگیم تر مشکلات حل شده باشن نشده، اما باز هم از طریق تحصیل یک چیزی هست که همیشه به درد انسان مخوره، چه انسان سالم باشه چه انسان معلول باشه. از این قسمت میتونه که از طریق امی مکتبشان بره، میتونه از طریق مکتب برای پانتون هم بخونه و در امی رقم بر مقطعه های بالاتر هم میتونه تحصیل بکنه. ای توانمندی را معلولین یا امی معلولین دارن که بتونن به مقطعه های بالاتر هم تحصیلات خود را ادامه بده. بله، حتی معلولین عزیزی دیدون که در سطح لیسانس و ماستر بودن و هنوز هم میخواستن که در قسمت تحصیلات خود قدم بردارن و بتونن که از این طریق خدمت برای مردم و جامعه خود بکنن. در قسمت کاریابی برای معلولین آیا کدام قدم های برداشته شده یا خیر؟ گرچند در حکومت پیشین که 5% را برای معلولین در نظر گرفته شده بود که قسمت کاریابی برای معلولین را دارد، اما برای فیلان تا حد را خوب بودن. بعض معلولین ما میدیدیم که در بعضی ادارات کار میکردن، اما در زیاد در این قسمت زیاد توجهی صورت نگرفته که معلولین تانسته باشه به مقطع های بالاتر به مقام پوزیشن های بالاتر بیتونه کار بکنه. بله، خود شما جناب آقای ارشاد فعالیت هایی که تا به فعلا انجام دادین در بود معلولین اگر صحبت داشته باشین بسیار خوب میشه. گرچند در قسمت فعالیت های خود من گرچند یک از آن در مورد تحصیلات خود یک معلومات بدم. بله بفرمایید. بعد خود از من فعلا 10 سال میشه که از سنف اول مکتب شروع کردیم. بله، مدت تقریبا 2.5 سال میشه که ما درس میخونم. از سنف اول که شروع کردیم، امروز ما محصل سال چهارم دانشگاه هستم، سمستر هفتم در حال خواندن هستم. مشکلی معلولیت خود من دارم از یک از ناحیه چشم هست، یک چشم برای سر یک چوبی از بین رفت و خلاصه این هست. بعد در قسمت کارکرد هایی که خود من انجام دادیم، خود من اولا که مسئول مرکزی آموزشی ارشاد هستم که در شهرک جبرئیل موقعیت داره، در اینجا ما با نهادهای با انجمن معلولین هم در ارتباط بودیم. در قسمت معلولینی که در قسمت تعلیم و تربیت برای ما میچی میشدن از خانواده های معلولین بودن یا از خانواده های شهدا بودن، برای معرفی میشدن. ما در اونجا برایشان تخفیف میدادیم، بعضشان را ما رایگان میکردیم، فعالیت میکردیم. بعد در قسمت خود ما اونجا که بودم هم خانواده هایی که میشناختم که از لحاظ اقتصادی توانمندی نداره که فرزنده خود را به کورس بفرستن، به مکتب بفرستن، با اونا همکاری میکردم. بعد در قسمت بعضی از انشی های نمایشگاه هایی که برگزار میشدن که در همی سال نو یک انشی داشتیم و در اونجا یک نمایشگاه داشتیم، نمایشگاه همدلی بودن که بسیار از با اشتراکی بسیار مردم از باز دکانه های زیادی برخوردار بودن که همینجا آمدن دیدن. واقعا از امروز نمایشگاه هم از طریق معلولین برگزار شده بودن که معلولین امو هنرهایشان را توانمندی هایشان را به نمایش گذاشتن که واقعا از یک خلاقیت های بسیار بالایی برخوردار بودن. در یک قسمت بودم و فعالیت هایی که انجام بسیار عالی. آیا کدام برنامه ها و پلان هایی هم هست در قسمت ای که بتونن معلولین خدمات بهتری برای از اونها ارائه بشه و بتونن که به صورت خوب درست و بدون کدام مشکل اگر به کدام مرجع به کدام نهاد ضرورت دارن و یا هم نیاز هست که برن از او طریق موارد مورد ضرورت خود را برطرف بکنن اقدامات گرفته شده و یا هم هست یا خیر؟ گرچند اقدامات تا حال را شده، بعد در قسمت خدماتی که انجام میشه بعضی تا بگیم به صورت دوامدار بوده باشه که از یک نهاد مستقل باشه که همیشه میتر اکمال شه، نه بعضی خیرین بودن که بر اساس نقدی کمک هایی برای معلولین انجام دادن. بعد در قسمت بورسیه هایی بودن که برای معلولین در نظر گرفتن، با پوانتون ها معرفی کردن، با مکاتب معرفی کردن، با کورس ها معرفی کردن. بعد دیگر در قسمت مواد خوراکی آوردن، حتی در ماه مبارک رمضان در انجمن معلولین جبرئیل ما می برنامه را داشتیم اونجا، از طرف یک خیری اونجا کلن برنامه افطاری صورت می گرفتن، ختم قرآن صورت می گرفتن، همچنین برنامه هایی بودن. بعد یک از مشکلات
اساسی که البته ما در انجمن جبرئیل داریم، متاسفانه یک مکان مشخص نداریم اینجا. یک مکان مشخص نیست، یک مکان کرایی هست. در کنار از او باز جایش هم بسیار قید هست و یک حیات بزرگتری نداره که معلولین به صورت راحت تر همی خود را انتقال بدهند. امور خودشو میفهمید که معلولین از لحاظ رفت آمد یکم در مشکلات برمیخورند. یک خیرین بودن که یک مقدار زمینی را هبه کردن برای معلولین، که امروز در پای این هستیم که کسی باشه پیدا شه و همین مکان را بنا بکنه برای معلولین، یک مکان مشخص، یک آدرس مشخص باشه. متاسفانه این نشده. این زمان امکان پذیر است که از طرف حکومت در نظر گرفته شه و یک کاری هست که حکومت میتونه این مشکل حل بکنه. یعنی این مشکلات هست که قسمت ما روبرو هستیم. بسیار تشکر جناب آقای محمد ارشاد. اگر کدام صحبتی باقی مانده باشه و پیام شما رو میخواییم که بشنویم. صحبت که در قسمت معلولین، صحبت من این هست که از نام معلولین را ما بگیم، معلولین اگر بگیم یک کلمه مناسب تر نیست، بلکه توانمند بگیم. توان قشر توانمند جامعه هست، واقعا از استعدادها و از خلاقیت های بسیار بالایی برخوردار هسته. ما خواهشی از مسئولین داریم که توجهی را صورت بگیره، سرمایه گذاری کنه روی معلولین، از این نیروی جامعه، از این قشر جامعه هم به گونه مثبت باید استفاده شود. هنرها از این بر جهان نمایش داده شود که این هم بتواند امو استعدادی که داره از این استعداد از استفاده شود، نشود که استعدادهای نا هم بره امیر اکام خاموش و گم بمانه. بعد در قسمت پیامی که ما برای معلولین دارم، برای جامعه دارم، علال خصوص برای جامعه، برای جوانان هست، پیامی هست که ما امروز نباید منتظر فرصت بشینیم که فرصت برای ما سایه شه. امروز درست است که شرایط جامعه طوری نیست که ما بگیم که زمینه برای واقعا مساعد باشه ما پیشرفت بکنیم، اینطور نیست. امروز فضایی که کمی که وجود داره، از امکانات کمی که وجود داره، باید ما بیشترین استفاده خود را بکنیم، بعد فرصت خود ما برای خود خلق بکنیم. از این فرصت های کم و بیش که داریم بعد استفاده بکنیم برای ظرفیت سازی خودمان، برای ظرفیت سازی اطرافیان خود، تا بتانیم یک نیروی تحصیل کرده، یک نیروی بالقوه برای جامعه ایجاد شود که بتانیم خود را اولا که خود را بسازیم، از طریق خود خواهیم تر اطرافیان و کم کم تر کل جامعه بسازیم. بسیار تشکر جناب آقای محمد ارشاد از اینکه با ما بودین و در ارتباط به کارکردها و توانمندی های معلولین صحبت کرده این جهانی سپاس. تشکر از شما، تشکر از تلویزیون اصلاح که امروز این فرصت را برای ما ایجاد کردن که به این همین بعضی مسائل صحبت بکنیم. خیلی تشکر از شما و از همکارای شما. سپاس از شما و تشکر از اینکه بیننده برنامه است رریوا بودین. تا به این لحظه رسیدیم به پایان برنامه امروز و ناگزیر هستیم از حضور شما عزیزان مرخص بشیم. تا برنامه بعد و دیدار بعد، خداوند یار و نگهدار شما.